سلام، روفیو هستم با پرشین اواردز. مهمان امروز برنامه من یک آهنگساز است. آهنگسازی که در کنار کار آهنگسازی کارهای دیگری همچون نویسندگی، کارگردانی، فیلمسازی، عکاسی حرفه‌ای، روزنامه نگاری و مدیریت روزنامه رو هم در کارنامه خود داشتند. علی سلطان کاشفی، خوش آمدید به برنامه من آقای سلطان کاشفی. خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید. خیلی ممنون. اجازه میخوام تا آغاز کنم با نام او که همه چیز به خواستش مقدر و میسر میشه و سلام عرض کنم به خدمت بینندگان درجه یک و نازنین پرشین اواردز، یا اگه بخوایم فارسی رو پاس بداریم باید بگم جوایز فارسی. خدمت شما هم سلام عرض میکنم. سلام، خیلی سپاسگزارم از شما. بله، برنامه جوایز بین المللی فارسی یا پارسی یا پرشین اواردز در خدمت شما هستیم. خیلی سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید و در این برنامه حاضر شدید با مشغله‌ای که داشتید. خیلی دوست دارم از گذشته خودتون بیشتر صحبت کنید. کودکی، به هر حال خانواده و اینکه بعد چطور شد که به این راهی که هستیم پا گذاشتید. والا من الان دیگه 41 سالمه. اول از همه سن رو گفتم که دیگه سر سن نخواهیم با هم بالا پایین کنیم و متولد 13 فروردین 1359 هستم. در واقع میشه روزگاری که اوایل انقلاب بود. بله، پس تولدتون به تازگی بوده. بله، تبریک. بله. ما رو بپذیرید. متشکرم، سپاسگزارم ازتون. من از تقریبا میشه گفت نزدیک به 3 سالگی شروع کردم به فراگیری موسیقی و همینطور فراگیری موسیقی ادامه داشت تا سنین بالا و اگر بشه هنوزم یاد گرفت باز در پی یاد گرفتنش هستم. بله، ممنونم. خب شما در خانواده ای زاده شده این که هنرمندهای مختلفی در این خانواده وجود دارن. من تا جایی که میدونم پدر نقاش هستند و در دانشگاه سوربن در واقع تحصیل کردن، رشته زیبایی شناسی و استاد دانشگاه هستند و کارهای بسیار زیبایی که در جاهای بسیار معتبری هم به نمایش گذاشته شده. تا اونجایی که میدونم عمه شما خانم بهشته خواننده بسیار قدیمی ایرانی هستن که بسیار افراد با صدایشون خاطره دارن و مادر بزرگ شما خانم شیدا خواننده قدیمی تر و یکی از اولین خواننده های فکر میکنم زن در کشور ما، یکی از اولین ها باشن و شما هم هنرمندی هستین که دستی به همه اینها، خلاصه دست در همه اینها دارین، در آهنگسازی، فیلمسازی و خیلی چیزای دیگه. یه کمی بیشتر از این جو خانواده که روی شما تاثیر گذاشت برای ما صحبت کنین و چطور شد که اینها شما رو به جایی کشون که شما برنده جایزه بین المللی بسیار معتبر هم شدید که در واقع در هالیوود یا در یک برند خیلی معتبر جهانی اتفاق افتاده. یکم بیشتر از این کودکی و از این جنب خانواده بگین تا برسیم به جامعه. مادر بزرگ من که اگر مثلا حالا مشابه درخت بخوایم این در واقع خانواده رو تصور کنیم، هم نقاش چیره دستی بوده، هم مجسمه ساز بود و هم خواننده بسیار خوبی که آواز میخوند، یعنی بیشتر به سمت آواز ایرانی تسلط داشت و کارمند رادیو هم بود اون زمان
البته من میگم بود اون زمان که من نبودم، ولی اون بود، من شنیدم فقط. بعد از مادر بزرگ من دو تا بچه وجود داره، یکی پدرم یکی عمم، که پدرم نقاشه، به سمت نقاشی های مادر بزرگم رفت، یعنی از مادر بزرگم نقاشی رو گرفت، عمم از مادر بزرگم خوانندگی رو گرفت و عمه من در زمان خیلی قدیم به هر حال برای خود شهرتی داشت و الانم کسایی که نسبتاً سن و سالی دارن میشناسن ایشون رو. یه مقدار تو فیلم های فارسی میخوند ولی در از خواننده رادیو. بعد از اون هم که من از پدرم اگر بخواین حساب کنید، یکی منم یکی خواهرم، باز خواهرم نقاشه، انگلیس زندگی میکنه و منم به سمت موسیقی رفتم که به هر حال با اینکه در ایران خیلی ارزشی برای هنر کلاً کسی قائل نیست، ولی باز به هر حال این مسیر رو رفتم و نمیدونم بگم مسیری بود که بالاخره مجبور به ترکش شدم یا نه، شاید یه زمان دیگه‌ای فرا برسه و بشه دوباره برگشت زد به موسیقی، ولی در حال حاضر دیگه کار موسیقی هم نمی‌کنم. ای وای، خب من میدونم که شما یه مقدار فاصله گرفتین ولی میدونم کارهای خیلی خوبی انجام دادید. خیلی دوست دارم که بدونم که شما تحصیلاتتون چی بود در دوران مدرسه و بعد دانشگاه چه تحصیلاتی داشتید. من هنرستان موسیقی رفتم، بعد از هنرستان هم دانشگاه هنر موسیقی خوندم تا مقطع کارشناسی ارشد یا همون فوق لیسانس. بله، خب بعد از اون میخوام بدونم که شما کار هنری یا کارهایی که برام انجام دادین مثل زمینهای مختلف فیلم، کارگردانی، روزنامه، اینا رو یکم توضیح میدین به اختصار؟ اصلا مثل یه داستان میمونه یه جورایی. من یادم اولین کارهای موسیقی که شروع کردم تو سن خیلی کم بود، فکر کنم 16 یا 17 سالم بود، شروع کردم به با معرفی البته یکی از دوستان، شروع کردم به ساختن آهنگ برای تیزرهای تلویزیونی اون زمان و همینطور کار تیزر آهنگ می ساختم برای تیزرهای تلویزیونی. توی اون زمان که حالا من شروع کرده بودم به ساخت موسیقی برای اینها، با افراد مختلفی دیگه وارد به قول معروف بازار کار شده بودم و دنیای کار شده بودم، با افراد مختلفی آشنا می شدم، مخصوصا اینکه خوشبختانه آهنگایی که برای تیزرها می ساختم خیلی چشمگیر شده بود و خیلی شهرت پیدا کرده بود و بعد با اشخاصی که آشنا شدم به من پیشنهاد دادن که بیا برای ما برنامه تلویزیونی میسازیم، برای برنامه تلویزیونیمون آهنگ بساز. شروع کردم به ساختن موسیقی برای برنامه های تلویزیونی که اون زمان فکر کنم سال مثلا 74-75 و بعد از اون هم باز با پیشنهاد یه سری از دوستان مثل استاد محمد سالعلا شروع کردم، یعنی ایشون گفتن که بیا دستیار من باش، دستیار کارگردان شدم و از ایشون، از مهران مدیری و
از خیلی از کسانی که با هم کار کردیم کارگردانی یاد گرفتم و بعد از مدتی شروع کردم به انجام کار کارگردانی به صورت مستقل. اما باز کار کارگردانی رو هم با تغییر مدیرای سازمان صدا و سیما مجبور می شدم رها کنم و به دنبال کارهای دیگه، از جمله من سالها گوینده رادیو بودم، رادیوهای سراسری ایران، از جمله رادیو ایران، رادیو سبا، رادیو جوان و رادیوهای دیگه. ولی اینو بگم که دست به هر کار هنری که می زدم تهش به این نتیجه می رسیدم که نه، کسی برای این هنر ارزشی در این کشور قائل نیست، با اینکه خب خیلی آدم دوست داره که قدر هنر رو در ایران بدونن و بتونه با به وسیله همون هنر به خیلی کارهای متفاوتی دست پیدا کنه و دست بزنه و در واقع هنر در ایران هم برتر از گوهر پدیدار بشه. بله، سپاسگزارم از تجربه‌ای که شیر کردیم با ما. دوستم بدونم که اگر فیلمی یا کار شاخصی که به نظر خودتون یعنی بهتر میاد، دوست داریم بگین، اسمشو بگین که کاری انجام داده باشین در گذشته، حالا در زمینه‌های مختلف، دوست داریم بشنویم. ببینید، من در سازمان صدا و سیما بیشتر، یعنی بیشتر که تقریبا میتونم بگم 100% کارهایی که ساختم در سازمان صدا و سیما بوده و از اون زمان، مثلا سال فکر میکنم 74 یا 75 اینجورا، با استاد سالعلا شروع کردم به، در واقع موقع دستیار کارگردان بودم، برنامه هایی مثل تا 8:30، روز از نو، شبانه و اما امشب، مسافر و نوروز 77 رو در زمستان 1376 با مهران مدیری عزیز کار کردم و بعد از اون هم به طور مستقل کار می ساختم برای مجله های تصویری که در صدا و سیما ساخته می شد، مثل برنامه تصویر زندگی، برنامه خانواده و از این دست برنامه ها. یادم یه کاری رو ساختم، کار کوتاهی هم بود به نام جشنواره مدرسه سازان و این کار مورد توجه آقای لاریجانی که اون زمان رئیس سازمان صدا و سیما بودن خیلی قرار گرفت و همینطور مورد توجه وزیر ارشاد، آقای اون زمان آقای عطاالله مهاجرانی بودن، دعوت کردن، لطف کردن، سکه دادن، تشویق کردن، با اینکه من خب خیلی کم سن و سال بودم و همینطور ادامه پیدا کرد تا دیگه تقریبا میشه گفت که من از تلویزیونم خارج شدم. جناب آقای سلطان کاشفی، میشه یکم بیشتر در مورد آهنگسازی برای ما صحبت کنید؟ کار آهنگسازیتون که منجر به دریافت یکی از جایزه های خیلی معتبری شد که شما دریافت کردید، در این زمینه برای ما گفتگو کنید. خواهش میکنم. ببینید، من مدت ها در ایران خب کار آهنگسازی کرده بودم و
یه زمانی دیدم که من تو هر مسابقه در ایران شرکت میکنم، مسابقه آهنگسازی، خب همون اول میگن که آقا اصلا تو آهنگسازی بلد نیستی، اصلا برای چی اومدی؟ برو برو دنبال زندگیت، مثلا برو مکانیکی یاد بگی بهتر به نفعته مثلا. و وقتی که متوجه شدم که یک گروهی در هالیوود آمریکا، گروهی که بسیار گروه معتبری هست و کارش بیشتر ساخت موسیقی فیلم هست، اجرای موسیقی فیلم ها هست و شاید بشه گفت مهمترین فیلم هایی که در هالیوود ساخته میشه رو اینها کاراشو انجام، حالا یا اجراست یا ساخت آهنگ، با افرادی مثل هانس زیمر کار میکنن، با افراد خیلی زیادی کار میکنن، ولی از شاخصترین هاشون هانس زیمر، جان ویلیامز و بسیاری دیگه که اینها با هم دیگه اصولا کار میکنن. و توی کارنامه هنریشون آهنگ فیلم های مثل هری پاتر، اسپایدرمن 1 و 2، از قدیم ارباب حلقه ها، آواتار یا آیرون من و بسیاری کارهای دیگر رو دارن. اینا اومدن یه مسابقه برگزار کردن، گفتن هر کسی از سراسر دنیا دوست داره با مشخصاتی که ما بهش میدیم یک موسیقی بسازه و بفرسته، ما اینو به مسابقه میذاریم. 4112 نفر در این مسابقه شرکت کردن و این خیلی چیز عجیب و غریبی بود که یه روز تماس گرفتن، گفتن که شما برنده شدید و مستر گورین که پدر گروه هست قراره که بیاد برنده رو اعلام کنه و بگه که حالا کی برنده شده و چی برنده شده، که در واقع توی اون مسابقه 2 نفر بودیم که برنده شدیم. اول من فکر کردم که اصلا چند تا برنده داشته، قرار بود یه برنده باشه. بعد با توضیحاتی که مستر گورن داد متوجه شدم که ایشون میگه که ما بعد از اینکه 4112 تا آهنگ به دستمون رسید، بعضیاش اصلا خنده‌دار بود، بعضیاش به درد نخور بود، بعضیاش بهتر بود، ولی بعد از کلی گوش کردن به این آهنگ ها از بین 2 کار ما هر چقدر سعی کردیم با تمام تیمی که داریم نتونستیم بین اون 2 آهنگ یکی رو انتخاب کنیم. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که 2 نفر رو به عنوان برنده اعلام کنیم که یکیش من بودم و یکیش هم یه پسر انگلیسی بود. بله خیلی تجربه جالبیه. فقط یه بار که اسم اون گروه یا اون جایزه اون گروه رو میشه بفرمایید؟ اسم گروه گلوباس میوزیک هست. بله. که اونها 2 تا گروه دارن، یکی امدیت میوزیکه که مستقیما موسیقی فیلم میسازن و گلوباس میوزیک برای موسیقی های کلامدار، آلبوم هایی که بیرون میدن خارج از موسیقی فیلمه، که به نام گلوباس منتشر میشه. بله. که در واقع من در با این با برنده شدن توی این مسابقه عضو هم امدیت میوزیک شدم و هم گلوباس میوزیک. خیلی جالبه و من دوست دارم حالا یک صداهای، یعنی 2 تا آدیو دارم که در مورد 2 آهنگی که شما ساختین و یک ویدیو دارم که اگر اجازه بدین من شیر کنم. من اول میخوام ویدیویی رو شیر کنم که
اعلام کردن که جناب برنده شدین و بعد هم به آدیوهایی گوش بدیم که شما ساختین و باعث شدش که بین 4000 شرکت کننده برنده بشین و برامون هم بعدا توضیح بدین که در چه شرایطی ساختین و بعد چه اتفاقی افتاد. حتما این فکر کنم تصویر مستر گورن همون زمانی که اومد و چقدر خاطر انگیز بود برای من و هست الان و اون موقع چقدر هیجان انگیز بود که اسم من رو به عنوان برنده اعلام کرد، یکی از برنده. یعنی این ویدیو رو برای شما فرستادن و گفتن ما شما رو پست کردن توی یوتیوب و در واقع این چیزی بود که مخاطبش همه مردم بودن و اون روز بود که اعلام شد، ولی خب از قبل به من خبر داده بودن که من برنده شدم و اون موقع من نمیدونستم که اصلا برنده دو نفر هست و اینا، هیچی نمیدونستم. فقط یه ایمیل به من زدن که شما یکی از برنده ها هستید که من همطور هاج و واج مونده بودم که واقعا بین 4000 کار انتخاب شد. من اگر اجازه بدین اینو شیر بکنم. البته این مستر گورن هستن که گفتین که اعلام برندگی شما رو در یک میدانی در یک جای پابلیک دارن انجام میدن، حالا سوشال میدیا یا material on top of the song Invictus. One is a young man named Geraint Luff with his track Charade. The other, Geraint lives in the UK. He's from England. And the other winning entry is by a young man named Ali Sultan Kashefi and his song titled Faryad. It's in Persian. And it was written over Invictus as well. These two completely different songs will actually be merged into one winning. بله بسیار عالی. خیلی دوست دارم شما اینجا اضافه کنین که اون مطلبی که من شنیدم که وقتی ایشون شنیدن شما در چه شرایطی این آهنگ رو درست کردین، گفتن که اگر میدونستم شما برنده اصلی اعلام می شدید. بله ببینید این یه کاری بود که تقریبا میشه گفت 32 تا ساز توش نواخته شد و 20 نفر کر خوندن که جالبی این کار یا سختی این کار به خاطر این بود که ما استدیویی نداشتیم که بتونیم 32 نفر نوازنده و 20 نفر گروه کور رو بیاریم و اینا رو با هم هماهنگ کنیم و کار رو ضبط کنیم. به خاطر همین، به خاطر محدود بودن استودیو، من دونه دونه سازها رو رکورد کردم و همینطور کورالش رو دونه دونه رکورد کردم. بله. و این باعث تعجب ایشون شده بود. بله 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 خیلی جالبه. الان اگر اجازه بدین شما آهنگتون به نام فریاد برنده جایزه شد، درست میگم؟ بله. اگر اجازه بدین آهنگ فریاد رو ما پخش میکنیم که شما روی اون در واقع صدا هم هستش، درسته؟ یعنی بله بله و با صدای خودتونه. اتفاقا من یه مطلبی رو قبل از این که شیر کنیم بگم، این که من اول فکر میکردم که باید یه کار بدون کلام براشون در واقع بسازم و بفرستم. کلن یک ماه فرصت داشتیم برای ساخت این کار و روزای آخر بود، فکر میکنم 2 روز یا 3 روز باقی مونده بود از اون یک ماه که آهنگ بدون کلام آماده شد با کلی دردسر و سختی و در واقع مشقت. و من
خواهرم بین ما، یعنی خواهرم مثلا پیشنهاد داد که توی این مسابقه شرکت کنه اینها، چون خودش فن این گروه بود و من آهنگ که آماده شد برای خواهرم فرستادم گفتم نظر چیه، دیدم خیلی ناراحت به نظر میاد. گفتم که چی شده؟ فهمیدم یه اتفاقی افتاده. گفتم که چی شده؟ گفتش که میدونی من متوجه شدم که کار نباید بدون کلام باشه، کار باید با کلام باشه. و خب منو میگین اصلا همینطوری نمیدونستم که باید چی کار کنم و چی بگم. بله، زحمتی کشیده بودین، دو روز مونده که به مسابقه و دیگه کلن همونجا سر جام گرفتم نشستم و یک شعر رو میز همون موقع همونجا جلوم بود، موزیکو پلی کردم. همینطوری خیلی اتفاقی این شعر رو از روی میز برداشتم که شعری هم بود که قرار بود اصلا آهنگ دیگه ای روش گذاشته بشه و همینطور شروع کردم با این آهنگ خوندن. من تا اون موقع اون شعر رو اصلا نخونده بودم، یعنی اصلا نگاه هم نکرده بودم، ولی باور کنید انگار بند به بند برای این کار نوشته شده بود اون شعر، یا آهنگی که نوشتم شاید واقعا میزان به میزان برای اون شعر بود. حالا این که چه حکمتی توی این داستان بود و خدا خواست که این دوتا با هم دیگه کاملا مچ شدن و کار فرستادم و در واقع مورد قبول اونها قرار گرفت. خیلی جالبه، داستان جالبیه و واقعا مثل یه معجزه میمونه، یعنی یه هایی همه چیز دست به دست هم بده، شما که اینقدر زحمت کشیدی انگار که نیروی زندگی نمیخواد شما نامید بشید و کمک کرده که اون شعر بر اون آهنگ بخوره. من دوستم شعر کنم این آهنگی که شما خوندین. باعث خوشحالی. اوکی، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، اجازه بدین، آهنگ فریاد من پلی کنم با البته فکر میکنم نه باید باشه. آها اوکی، پس این نیست. خسته نشو پرهان کن، ای خسته
بسیار عالی. خیلی لذت بردم، یعنی من گذاشتم تمام این آهنگ پخش بشه چون که اینقدر هیجان انگیزه و تیپ کارهایی که من واقعا دوست دارم که دوستشم که پخش بشه. اجازه بدین تا من این هم آهنگ بعدیه، درسته؟ بله، این حالا کاریه که بعدن وقتی که من نتونستم برم پیش اونها و با اونها توی اون گروه فعالیت کنم، به صورت دورا دور با گلوباس میوزیک با هم کار کردیم و یکی از در واقع افتخاراتی هست که من پیش خودم دارم. بهترین نوازنده های دنیا سازهای این کار رو زدن و در واقع همون آهنگ فریاده که تغییراتی کرده و این با پیشنهاد مستر گورن تونست از اون آهنگ به یک آهنگ بسیار پخته تری تبدیل بشه و اصلا سبک و شیوهش فرق کرد. بله. و این آهنگ اسمش بلک پرید یعنی؟ بله، این آهنگ حالا ما با تلفظ دیگه میگیم بلک پراد، یعنی رژه سیاه، از آلبوم Break From This World که سال 2011 منتشر شد. خیلی زیبا، این یکی هم واقعا من دوست دارم. Thank you.
بسیار عالی. واقعا خیلی زیباست. من نمیشدم واقعا از زیباییش نگم، از زیبایی این آهنگ هایی که شما ساختید و چقدر من استایل کاری رو دوست دارم. و این آیا به جز این که حالا در این آلبوم نواخته شد، آیا جای دیگه حالا در مسابقه دیگه شرکت داده شد یا نه؟ نه، این مختص همون آلبوم بود. توی اون آلبوم منتشر شد، اصلا توی مسابقه ای هم این کار شرکت نکرد و در واقع اصلا آهنگ مال من هم نیست، آهنگسازش من هستم، تنظیمش رو من انجام دادم، ولی در واقع کل داستان، کل این آهنگ مال اون گروه دیگه محسوب میشه و خیلی هم باعث افتخار بود برای من که با دن پورسی خواننده امریکایی و خانم الیزابت اسکات با هم به صورت سه صدایی این آهنگ رو خوندیم. بله، بسیار عالی و من هم بسیار لذت بردم. جناب آقای سلطان کاشفی، دیگه مطلبی هستش که بخواین در موردش با ما صحبت کنید در زمینه کارهایی که انجام میدیم؟ والا من که چیز خاصی خاطرم نیست، فقط تنها چیزی که من این روزا میتونم بگم اینه که ای کاش مردم ما اطلاعاتشون رو در مورد هنر، فرقی نمیکنه انواع و اقسام هنرها، بیشتر کنن، بیشتر بدونن که هنر واقعی چیه، موسیقی، موسیقی واقعی، موسیقی خوب چیه. آیا شما میایین مثلا فرض بگیرید اجازه بدید یکی همواره توی گوشتون جیغ بزنه؟ نه. ولی این روزا مردم ما متاسفانه دارن خیلی به خیلی از کسانی که خودشون رو آهنگساز میدونن این اجازه رو میدن که با موسیقی بد، با موسیقی که هیچ چیزی به عنوان موسیقی توش نداره، گوششون رو آزار بده. متاسفانه الان تا دلتون بخواد ما کسانی رو داریم که من بهشون میگم ناخواننده یا ناآهنگساز، مثل نابازیگر. ولی واقعا اینقدر بعضیا اعتماد به نفسشون در این زمینه بالاست که دو جلسه میرن کلاس موسیقی، بعد احساس میکنن که خب چون میتونن ملودی رو زمزمه کنن، پس هم خوانندن، هم آهنگساز، هم تنظیم کننده. و این روزا موسیقی خوبی به اون صورت شنیده نمیشه. آهنگسازایی که تقریبا میشه گفت آهنگسازای خوبی هستن، خیلی هاشون رو من میشناسم که اصلا کار نمی کنن. میگن وقتی مثلا تو جشنواره فجر من باید بشینم پیش فلان شخص که اصلا هیچ کس قبولش نداره، اصلا شرکت نیم، اصلا آهنگ نمی سازم. اساتید بزرگی ما در ایران داریم که واقعا الان دیگه کار نمی کنن، مثل یکی از استادای بسیار خوب خودم که خیلی از رموز آهنگسازی رو مدیون ایشون هستم، آقای احمد پژمان، آقای دکتر کامبیز روشن روان، که اصلا اینا و خیلی دیگه که اصلا اینا کار نمی کنن دیگه، اصلا حاضر نیستن موسیقی بسازن. منم دیگه موسیقی رو در ایران نمی سازم و نمی خوامم که بسازم. در حال حاضر اصلا از وادی هنر کلن خارج شدم و چه حالا تلویزیون، چه رادیو، چه موسیقی، چه هنرهای دیگه،
و وارد اصلا کار دیگه ای شدم که کار آزاد محسوب میشه و فعلا راضیم از این که بخوام فقط به همین صورت ادامه بدم تا زمانی که انقلابی توی در واقع حالا نمیدونم بگم مردم بگم اونهایی که باید به مردم این اطلاعات رو بدن فرهنگ سازی کنن یا به هر حال در حال حاضر نه همه چی یعنی هر چیزی به عنوان هنر در کشور ما مردود محسوب میشه تا حد زیادی نمیگم همه به هر حال خیلی هم هستن که الان دارن کارهای موسیقیایی خیلی خوب انجام میدن یا هنرهای دیگه همینطور. بله سپاسگزارم، امیدوارم روزی باشد که همه هنرمندان در کشور ما بتونن خوشحال و با خیال راحت و با انگیزه بیشتری کار بکنن. سپاسگزارم از شما که در این برنامه شرکت کردین، دعوت من رو پذیرفتین و با پشن اوارد و برنامه ما به حال خودتون را بیشتر و بیشتر به جامعه هنری ایران کارهای جدید یا کارهای قدیمی که انجام داده بودین به حال معرفی کردین بیشتر و بیشتر. ممنونم از شما که من دعوت کردین به برنامه خوبتون و عذرخواهی هم میکنم از بینندگان عزیز که به هر حال هم چشمشون رو درد آوردم و هم سرشون. نه خیلی هم عالی بود، من که واقعا لذت بردم از اون آهنگ ها و از کاری که شما انجام دادید. اگر نکته دیگه هستش در خدمتون هستم. بسیار سپاسگزارم، متشکرم، امیدوارم که همه سلامت باشن و بیماری مخصوصا کووید 19 به هر حال دست از سرمون برداره. بله ما هم برای شما آرزوی سلامتی داریم، شاد و سربلند باشید. همچنین شما، متشکرم. بینندگان عزیز پرشین اواردز به همراه جناب آقای علی سلطان کاشفی با شما خداحافظی میکنم. روزگار بر شما خوش. خداحافظ.